با نام خداوند متعال، بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های خبرگستر از شبکه تلویزیونی استقلال. در این برنامه صحبت خواهیم کرد با دو کارشناس مسائل سیاسی، آقای سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی و همچنان حاجی زارع حقجو هماهنگ کننده شورای احزاب سیاسی و همچنان آگاه در مسائل سیاسی کشور. موضوع برنامه امروزی ما سفر اخیر آقای محب به روسیه و همچنان خروج نیروهای آمریکایی از کشور هست و این دو موضوع را با هم مرتبط صحبت خواهیم کرد. آقای سادات، میخوام از شما بشنوم ارزیابی شما از خروج نیروهای آمریکایی از کشور چگونه هست؟ آیا آمریکا طبقی که بسیار از کارشناسان میگن در افغانستان شکست خورده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت شما جناب حقجو صاحب و همکاران تکنیکی و بیننده خوب برنامه. ببینید، من فکر میکنم بر اساس تحلیلایی که در ایالات متحده صورت گرفت، نامحبوب ترین جنگ آمریکا در طول تاریخ جنگ ها جنگ افغانستان بوده. یعنی امریکا از حضور خود در افغانستان نتانسته نتیجه ملموسی برای مردم خود شرح بده. شما میفهمید در دنیای مدرن امروز اونجا بحث اراده جمعی مطرح است، پس عقل کل نیست. وقتی اراده جمعی با تو همسو نباشه، مطمئنن که باید رویکرد خود تغییر بدی. بوش تصمیم گرفت اما به افغانستان در همون مقطع زمانی باورها هم بر این بود که طی 200 سال بحث جنگ افغانستان منتفی میشه و یک روایت نو سیاسی در افغانستان شکل میگیره که همسو با جامعه بین المللی بتونه در برابر، حالا با تعبیر خودشان، تروریسم مقابله کنه. اما وقتی امریکا و افغانستان آمد، آهسته آهسته پای ناتو باز شد و پای نیروهای بسیار زیاد دیگه ای که عضو ناتو نبودم، تا جایی که تقریبا ما در حدود 130 هزار نیروی خارجی در افغانستان داشتیم. هرچی که حضور بیشتر شد، متاسفانه جنگ افغانستان بیشتر شعله‌ور شد و اینا نتانستن به جنگ افغانستان نقطه پایان بگذارن. بنابراین من فکر میکنم که وقتی ما از جنگ نتانستیم نتیجه بگیریم، خب ما باید رویکرد خود تغییر بدیم. این بود که از سال 2014 تقریبا تغییر رویکرد آمریکا به نوعی برای کشیدن پای آمریکا از جنگ افغانستان آغاز شد. حتی در زمانی که اوباما بود، اوباما یک نیروی کلان رو داخل افغانستان کرد، بعد کلیت نیروها بیرون کرد و آهسته آهسته بحث واگذاری مطرح شد و مسئولیت‌ها رو به دولت افغانستان واگذار شد و تا جایی رسید که بالاخره آقای ترامپ آمد. آقای ترامپ که کلا دید درونی داشت، دید خارجی و بیرونی. و اتفاقا آقای ترام اصلا یک کسی بود که بیشتر دید اقتصادی داشت، میگفت که منابع آمریکا نباید به دنیای بیرون هزینه بشه، بلکه باید به رشد اقتصادی داخل آمریکا هزینه بشه. همین بود که شما دیدیم دروازه مذاکره و گفتگو با طالبا باز کرد، خب به خاطر که یک راهی پیدا کنه برای خروج آبرومندانه. وگرنه گفته میشه که آقای ترام تصمیم داشت نیروهای خود در همون سال 2016 و 17 از افغانستان بیرون کنه. اما خب چون در ایالات متحده تصمیم گیری فردی نیست، ساختارهای قدرت در کنار رئیس جمهور، کانگرس و دیگه الیت‌های قدرت هستند، بنابراین خب دروازه مذاکره رو باز کرد و بالاخره ما به نقطه رسیدیم که با طالبان تعهد کرد که ما تمام نیروهای خود تا ماه می از افغانستان میکشم. حالا اگر ما بیایم هر تحلیلی بکنیم، وقتی شما از یک حضور نتیجه ندارین، پس به این معنی که او جنگ برای شما نتیجه نداشته، برای شما فکر نداشته. میکنید که آمریکا هیچ نتیجه دریافت نکرد از حضورش در آمریکا، در کنار اینکه دو قدرتی که بر علیه آمریکا هستند، چین و ایران، را اینجا میتونست از نگاه استراتژیک به هر دو طرف نزدیک باشه؟ ببینیم، یک بحثی که فقط یک نکته مثبت از حضور خود ایالات متحده همیشه برای مردم خود ارائه میکنه، میگه حضور ما باعث شد که دیگه حمله شبیه به برجای جنی در امریکا اتفاق نیفته. ما لانه‌های تروریست بخشکاندیم، از بین بردیم، دیگه در افغانستان مرکز تجزیه و بالاخره تربیه گروه های دهشت افکن نیست. حالا استدلال اونها هم در حالی که تمام شواهد مدارک نشان میده که یعنی چیزی از بین نرفته. ما نه القاعده داریم که از بین رفته باشه، نه اگر مثلا درست حرکات القاعده کم شده، اما شبیه به القاعده گروه افراطی تری به نام داعش سر بلند کرده که به نوعی ممکنه، خب اگر با واقعا دنیا فکر میکنه منافع با منافع دنیا نتونه تعامل کنه،
از این سری گروه های دیگه حالا سر بلند کردن. اما من فکر میکنم که ما به نقطه رسیده بودیم که جنگ افغانستان باید آیست آیسته یک پایان میداش. مردم هم کم کم امیدوار شده بودن که ممکنه بحث صلح امریکا یا عدم موافقتنامه عدم جنگ امریکا با طالب آیست آیسته منجر به باز شدن دروازه گفتگوهای بین الافغانی بشه و راه باز کنه برای ختم جنگ در افغانستان، چنانچه بعضی از ماده های اتفاقنامه امریکا و طالب هم همچون چیزی بود که شما دیدیم بعد از 10 روز گفتگوهای بین الافغانی شروع بشه و بالاخره یک روایت نو سیاسی برای افغانستان تعریف بشه. ولی متاسفانه او سازوکارا چندان کارساز نبود، به خاطری که جنگ افغانستان تنها بحث حضور آمریکا نبود، حالا دیگه بازیگران کلان دیگه وارد جنگ افغانستان شده بودن که من فکر میکنم آمریکا بخشی از معادله بود، نه کل معادله. وقتی آمریکا بخشی از معادله، بخش مؤثر و تاثیرگذار، خب بدون شک بخش تاثیرگذار، ولی بخش تصمیمی. شما دیدیم که به نوعی آمریکا مجبور شد با طالب وارد گفتگو و مذاکره باشه، به خاطر که طالب حامیان منطقه‌ای بین المللی پیدا کرده بود. وقت حضور طالب در قطر به عنوان پایگاه سیاسی به اثبات رسید، روسا از طالبا دعوت کردم، ایرانی‌ها دعوت کردم، چینی‌ها دعوت کردم، به طالبا هویت سیاسی بخشیدن. اما آمریکا در اول چنین رسمیتی را بخشید به آقای به طالبان، آقای سادات. ایره نباید از مد نظر بگذاریم که پایگاه اصلی که در قطر ایجاد شد برای طالبان را آمریکا داد. شکی وجود نداره که بازیگران اصلی سیاست در افغانستان غربی‌ها بودن، ولی بس بر سر اینه که طالبا آیست آیسته تبدیل شده بودن به یک جریانی که از یک گروه جنگی تبدیل شده به یک جریان سیاسی. یعنی وقتی کشور قدرتمند مانند روسیه حاضره اونها رو دعوت کنه، یا چین اونها رو دعوت کنه، یا ایران و پاکستان خانینا باشه، مطمئنن که روی کرده خود دنیا باید تغییر بده. بنابراین من فکر میکنم وقت آمریکا به اصطلاح مخالف های اصلی آمریکا در منطقه و جهان مثل روسیه، روس‌ها، مثل چینی ها، مثل ایرانی ها، به خاطری که آمریکا در افغانستان زمینگیر کنم، به نوعی به طالبان جایگاه دادم، یعنی طالبان غیر مستقیم به رسمیت شناختم، طالبان تبدیل شدم آهسته آهسته از یک گروه جنگی به یک جریان سیاسی که در حقیقت دروازه گفتمان برایشان باز شد. من فکر میکنم که متاسفانه به تناسب انمی سابقه طولانی جنگ افغانستان پیچیدگی های اوضاع هنوز هم هست، هنوز هم روی پرده چیزی است که متاسفانه پشت پرده آن چیز نیست. پشت پرده جنگ افغانستان هنوز هم آنقدر تاریک است. ممکنه در کنار قدرت ها، گروه ها و سازمان های تبعکار منطقی و بین المللی هم زیدخل جنگ افغانستان باشن. آقای صادق، میخوام صراحتا از شما بشنوم، آمریکا در افغانستان شکست خورد؟ خب دقیقاً من نمیتونم همین صحبت داشته باشم، به خاطری که فکر میکنم به بعضی از اهدافی که آمریکا داشت از حضور خود در افغانستان رسید. یک، وقتی اونا رو به کنار عزی بگذاریم و به نقطه رسیدم که فکر کردم حضورشون در افغانستان دیگه مؤثر نیست، با هزینه‌ای که انجام دادن میصرفه، به خاطری که جنگ افغانستان در همین اواخر گفته میشه که و روزانه 126 میلیون دلار هزینه در بر داشته و حضور هر 1000 سرباز آمریکایی در افغانستان سالانه 2 میلیارد دلار میشده. بنابر این هزینه‌های بسیار کلان آمریکا بود و افغانستان انجام داد. متاسفانه او روی کرده که میخواست اون نتیجه‌ای که میخواست نگیرید. بنابراین من فکر میکنم اون نتیجه‌ای که میخواست یک بحث دیگه هم هست، اولویت‌ها در دنیا تغییر کرده. آمریکایی‌ها از افغانستان رفتن، اما دارن در بعضی از جغرافیای دیگر جهان پایگاه خود تقویت میکنن. در شما دیدیم فعلا در عراق هستن، در سوریه هستن، در لیبی هستن، ممکنه در بعضی از حتی گزارش های میرسانه که ممکنه در اوکراین باشن. بنابراین من فکر میکنم هر چند سال یک بار جغرافیای جنگ ارزش و اهمیت خود به اصطلاح متغیر میسازه. شاید تا دیروز جغرافیای جنگ در افغانستان باید میبود و امروز باید در یک جای دیگه ای باشه و آمریکایی‌ها از حضور خود در افغانستان سود میبردن، امروز ممکن از در سوریه سود ببرن یا در جای دیگه سود ببرن. به بحث شاید اونا استراتژیست های بسیار قوی داشته باشن که مشوره بر این بوده که ما
باید جنگ افغانستان به نوی واگذار کنیم به خود افغانا. بحث شکست به نظر من خیلی نمیتونه مطرح باشه، اما آنچه که واقعا شکست خورده مردم افغانستان شکست خورده. ما داریم همه چیز 20 سال حضور آمریکا یا در افغانستان نتونست اقتصاد ما رو قوی کنه، نتونست ما رو تبدیل کنه به یک ملت، نتونست ساختار سیاسی افغانستان مستحکم بسازه. متاسفانه شما میبینیم هنوز همی حضور و عدم حضور در حاله از ابهام خیلی از ساختارها در حالت فروپاشی قرار گرفته. بنابراین من فکر میکنم آن کسی که زیان دیده از این معامله یا از این تعامل ما بودیم، نه خدای علاقمند. حالا که آمریکا در طول تاریخ ثابت کرده که در هر کشوری پای بگذاره به خاطر کمک، قطعا اونجا مشکلاتی هم ایجاد میشه به خاطر اینکه رقابت‌های بسیار تنگاتنگ و بسیار از کشورها داره و این ناخودآگاه باعث از این مشکلات میشه. آقای حقجو، صحبت از پایان جنگ آمریکا و طالبان هست و ای که اونها افغانستان را ترک کردن و دیگر افغانستان را به نحوی امن میدانن و میگن که افغانها خودشان میتونن حکومت را پیش ببرن. آقای سادات صحبت از ای کردن که الان میدان جنگ عوض شده. میخوایم بپردازم به این مسئله. در افغانستان جنگ تشدید پیدا کرد، از جانب القاعده آمریکا مورد هدف قرار گرفت، در 2001 بهانه‌ای به دست بوش داده شد و بوش حمله کرد به افغانستان و چنین جنگی خانمانسوزی در افغانستان پیدا شد. آمریکایی‌ها در اول ثابت کردند که به راستی تانستند که طالبان را به زود با زودترین فرصت شکست بدن، بسیار از طالبان متواری شدند، اما طی 20 سال دوباره به نحوی طالبان قدرت گرفتند. چه کسی به طالبان قدرت، هویت و رسمیت بخشید و در ادامه آیا رویکرد آمریکا یک رویکرد استراتژیک بود یا نه رویکردی که خود افراد مثل رئیس جمهورایی مثل آقای بوش، آقای اوباما، آقای ترامپ و یا هم بایدن یک سری از رویکردها را آمدن مطرح کردن، کدام اینها درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب آقای سادات و همکار تکنیکی شما و مردم شریف هرات باستان. من در ارتباط با قضیه آمریکایی‌ها، در ارتباط با آمدنشون به افغانستان و نحوه عملکردشون دو نظر دارم. نظر اول اینه که در آمدن آمریکایی‌ها به افغانستان به همون بهانه زدن برجای دوقلو و عملاتی که در آمریکا صورت گرفت یک بهانه شد که بعد به افغانستان بیان. به زمینه هم فراهم شد که کل کشورهای جهان به سازمان ملل از اینا دفاع بکنن، این رسمیت ببخشن در آمدن آمریکایی‌ها به افغانستان و همچنین کشورهای دیگه که همراه آمریکا آمدن. نکته دوم اینه که خود آمریکایی‌ها در عمل کرد خود خوب عمل نکردن، یعنی زمینی خوبی برای حضورشان در افغانستان فراهم شده تا بتونن از افغانستان مانند آمریکا و کشورهای غرب یک کشور بسیار پیشرفته و مدرن بسازن و همون امکانات و همون تشکیلاتی که در غرب این روز مطرحه در حکومت‌های مردم سالار، در حکومت‌های منتخب، متأسفانه در افغانستان اونا رو جامعه عمل نپوشید. دلیلی بود که آمریکایی‌ها دورویه برخورد می‌کردن، یعنی همونطوری که در اول آمدن در ظرف چند روز تانستن کل پایگاه‌های طالب از افغانستان با موشک‌های دوربرد بزنن از نقاط دوردست و حتی مردم متعجب شدن که چگونه شد که در یک شب یا در چند شب به اصطلاح طالبان از نقاط مختلف افغانستان راندن. و نکته دومی بود که باز پشت سرش مردم بود، مجاهدین بود که طالبان بیرون کردن، نه تنها آمریکایی‌ها. اما در قسمت بعدی باز آمدن دورویه برخورد کردن. دورویه اینه که هم جانب طالب داشتن و هم جانب دولت افغانستانه. شاید در ابتدای خیلی شاید بیشترین مردم افغانستان، بیشتر مردم افغانستان باورش بر این بود که آمریکا دشمن طالبه و طالبه میزنن میکشن. خیلی از سیاستمدارا و خیلی از کسانی که در میدانهای جنگ رفته بودن بارها و بارها در بعضی از رسانه‌ها به صورت رسانه‌های فضای مجازی یا رسانه واقعی اعلام کردن که ما دیدیم که مثلا موترهایی که حامل مهمات بوده، امکانات بوده، به سوی دره‌هایی که طالب بوده بردن، انداخته شده یا داده شده از هلمند، از کابل، از جاهای دیگه. خب خیلی از قبول نمی‌کردن این قضیه، شاید نه چنین چیزی نیست، طالبا با مثلا آمریکایی‌ها با طالبا دشمن هست و دولت افغانستان به صورت مستقیم حمایت می‌کنه. این کم کم رفته رفته دیدیم که به اصطلاح همین حرفی که در 15 سال قبل گفته می‌شد، 20 سال بعد از آمدن آمریکایی‌ها به تشکیل حکومت آقای حامد کرزی، دیدیم کمی بیشتر جانب چیز گرفت، یعنی جهت گرفت. به تا جایی رسید که بعد در نشست اخیری که شما دیدیم طالبا با آمریکایی‌ها نشست کردن، یک توافق پشت پرده بود
که هنوزم که دو تا از ماده های اونا رو هنوز نگفتن که بین آمریکایی ها و طالبا چی اصطلاح توافق شده، بعضو بروز کرده بعضم مانده. و بعد ما خودتان شم شاهد باشیم که یک از سخنگویان طالب در چند وقت قبل میگفت که کسی از رسانه پرسان کرد از او خبرنگار که شما وقتی آمریکایی‌ها وقتی غربی‌ها میخوان که به اصطلاح صلح بشه، وقتی میخوایم ختم جنگ بشه، چرا شما جنگ میکنید؟ چرا شما حملات خورشدت داشتید؟ چرا کار کردیم؟ چرا کردن؟ ایشون گفت ما هیچ کاری بدون مشوره آمریکایی‌ها انجام نمیدیم. صراحت داشت گپش. هیچ کاری بدون مشوره آمریکایی‌ها انجام نمیدیم. این بر هم مردم افغانستان ثابت شد که طالبان قسمت با آمریکایی از ابتدا در ارتباط بودن، حالا به نقطه نهایی رسید. ارتباط چه نفعی به آمریکا داره آقای؟ خب میخواد که دو قطبی عمل کنه. عمدتاً خیلی از کشورهایی که قدرتمندن در کشورهای دیگر دو بخش تنظیم میکنن. همونطوری که روس‌ها اومدن در افغانستان حزب دموکراتیک خلق تشکیل کردن و در برپلوش به اصطلاح حزب پرچم. اگر یکی به اصطلاح تابعیت نکرد، بس فشار بیان یکی دیگر که سر او فشار بیان که تابعیت بکنه. یعنی در افغانستان هم آمریکایی از حضور مجاهدین، از حضور رهبران جهادی و سیاسی به اصطلاح هراس داشتن. دائما این تلاش داشتن که به اصطلاح یک نقطه هرم فشار داشته باشن که هرگاه مجاهدین به اصطلاح دستورات و یا خواستای آمریکا رو قبول نکنه، حکومتی که در افغانستان هست، ما از طرف دیگر فشار بیاریم. به این مشاهده کردیم. آقای هرجو، شما فکر نمی‌کنید که اگر یک همپیمان قوی ساخته می‌شد افغانستان برای آمریکا، خیلی بهتر از این نبود برای آمریکا؟ و از جانب دیگه الان در بسیار از کشورهای قدرتمند هم همین مطرح شده که بسیاری‌ها کنار هم هستند تا میتونن حرفی رو بزنن. مثلا آمریکا در کنار اتحادیه اروپا نقشش پررنگ‌تر هست، روسیه در کنار چین و ایران و همچنان کره شمالی هست که نقشش پررنگ‌تر هست. فکر نمی‌کنید که آیا بهتر این نبود که افغانستان یک حکومت مقتدری می داشت و همپیمان با آمریکا که می تونست در این نقطه استراتژیک که بین دو تا کشوری قرار داره که هر دو دشمن آمریکا گفته میشن، مخصوصا چین که حالا این روزها شدید هم شده دعواهای اینها، هرچند لفظی هست هنوز هم اقدامی نشده، فکر میکنید یک همپیمان قوی می تونست خیلی بیشتر سهولت بیافرینه بر آمریکا؟ نظر ما، شاید نظر خیلی از مردم افغانستان همین بود که بعد این کار میکردن. شما دید نه انتخاباتی که صورت گرفت، نه وقتی در انتخابات در آمریکا صورت میگیره، در انگلیس صورت میگیره، در آلمان و فرانسه صورت میگیره، با چی قدر نظارت دقیق میان سنجش میکنن که مردم ناراحت نشن، که رأی که به صندوق ریخته میشه مردم باور کنه رأی حقیقی هست. خیلی از کشور رو متهم میکنن مثل چین و ایران و اینا که اینا درست دموکراسی عمل نمیکنه. اما در افغانستان متاسفانه با این که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نظارت داشتن، قدرت داشتن، افغانستان فعلا در چنگ اونا بوده در طول این مدت. چطور شده که یک از سوالات مهم و مطرح می بوده که چطور شد که در انتخاباتی که ما در افغانستان داشتیم اینا نظارت دقیق نکرد؟ هرگاه ناظرین اینا در انتخابات هم میاد، متاسفانه بسیار سرسری تیر میکردن کاره. و دیدیم، شاهد شدیم که امروز در انتخابات اخیر ما به جای رسیدیم که مردم با 1% کم در حضور پیدا کردن. این ضعف به اصطلاح حکومت آمریکا بوده، ضعف حکومت انگلیس بوده، فرانسه بوده، آلمان بوده، کشورهایی که در اینجا به اصطلاح نظر داشتن و قدرت داشتن و حرف توش شنیده میشد. ما بر این برداشت ما بر اینه که در این رابطه اونا نخواستن یک حکومت دموکراتیک به اصطلاح مردم سالاری که مردم به اصطلاح با آرای آزاد بیان داشته باشن. درسته در رسانه ها آزادی رسانه ها در کمبیش بوده، اما در خیلی مواقع که اگر آمدن آیا طالبان بهتر از حکومت افغانستان هست برای آمریکا؟ برای حکومت آمریکا برای پشت منافع خود میگرده. منافعش را طالبان تامین میکنه؟ شاید طالبان تامین بکنه. فکر نمیکنه که طالبان دشمن سرسخت آمریکا باشه؟ ما ببینیم، بحث اینه که دشمن سرسخت زمانی که به اصطلاح در طول این دوران مشخص شده دیگه. اگر طالبان دشمن سرسختشان می بود، قطعا باید در این طرف قضیه باید با تمام توان استاد می شدن کنار دولت افغانستان. شما این نادیده نگیریم، شما در خیلی از جنگا در دوران آقای حامد کرزی دیگه ما شما شاهد بودیم دیگه، خیلی جاها وقتی حکومت تصمیم میگیره یا نیروی امنیتی ما تصمیم میگیریم، شاهدین عینی هم در خیلی از رسانه‌ها شاهد بوده که وقتی خواستن مکانی از طالب رو بکوبن، فوراً از ارگ دستور داده میشد که پس برگرد، اینجا رو نزن. و حتی امروز که شما شاهدیم، جناب آقای بسم الله خان وزیر دفاع شده، گفته هر کسی که به اصطلاح ما دستور میدیم خیزش مردمی تحت کنترله. اما طرف دیگر آقای چی میگن؟ نه کسی که چیزه لویدرستیس ایشان میگه به هیچ عنوان من اجازه نمیدم
پروازها صورت بگیره و تحت همه پروازها تحت نظر ما باشه. یک اختلاف بسیار کلان کمی حالا هست. ما میگیم پس اینج مشکلات در درون به اصطلاح حکومت به طبیعت از کشور بزرگ بوده. یعنی ایت نبوده که به اصطلاح اینا چیز باشن. و اونا منافع خود دنبال میکنن. حالا امروز هم شاید 50-50 باشه. همین حال حاضر که آمریکایی‌ها رفتن ما در یک جنگ خانمانسوز داخلی روبرو کردن، طالبان میگن که آمریکا رفت و پاکستان میگه شکست خورد. شاید ایران هم همین حرف داشته باشه و کشورهای دیگه. خود طالبان هم مدعی از این هستن که شکست خوردن. طالبان هم مدعی هستن. حالا ما میگیم طالبان به این نقطه رسیدن که آمریکا رفته. حالا تا حالا آتش بس نکردی، حالا سر عقل بیان، دولت افغانستان طالبان بیان بشینه که حداقل ما بیشتر از این به دچار کشمکش نشیم. در این کشمکش هر چی تلاش بشه، هر چی کشته بشه، به چه افغانه، به چه سرزمینه، چی طالب باشه، چی مجاهد باشه، چی سرباز باشه. بله، در رابطه با طالبان صحبت میکنیم آقای سادات. طالبانی که به نحوی دشمن آمریکا گفته شدن در 2001 و تروریست ها را در افغانستان جای دادن و از افغانستان زمینه را برای حمله به آمریکا فراهم کردند، مسئله ای که بسیار هم تبلور زیادی داشت، رسانه ها بسیار روی از او کار کردن، رئیس جمهور وقت آقای بوش شدیداً واکنش نشان داد، گروه های آورده شد به افغانستان از سمت شمال با همکاری آقای دوستم که آمریکا با همون تیم آلفا وارد افغانستان شد و اولین حملاتش را بر علیه طالبان انجام داد. حالا میخوایم بپردازیم به یک مسئله بسیار مهم. آقای حقجو در بین صحبت‌هایشان از طالبان صحبت کردند و این که ممکنه که آمریکا از هر دو جانب حمایت کرده باشه. صحبت ما این هست، یک دشمن دیرینه میتونه دوست خوبی برای آمریکا باشه؟ ببینیم در معادله سیاست یک بحثی هم مطرحه که میگه دشمن من دوست من است. یک این موضوعیه. اگر آمریکایی‌ها تشخیص داده باشند که طالبا میتونن منافعشان در افغانستان تأمین کنن، ممکنه که بالاخره روی کرده خود در از دشمنی به دوستی تغییر داده باشه. آیا آقای غنی چه این کار انجام نمیده؟ ببینیم بس بر کجای من متاسف هستم. خب به سیاسیون افغانستان، تمام منابع مردم افغانستان و منابع دنیا به دست سیاست مدارا بود، نتونستن در داخل افغانستان ملت سازی کنن و جریان سازی کنن و امروز ما کشوری باشیم که حداقل در برابر تحرکات گروه ها میتونستیم به عنوان یک ملت عمل میکردیم. اما آقای سادات این را مد نظر بگیریم که آمریکا با سیستمی که ریخت نگذاشت چه این حالتی به وجود بیاد. بس به سر کجای جناب علیزاده سید. ببینیم وقتی که رهبران ما از زعیم ملی تبدیل شن به رهبران قومی و خانوادگی، فرصت ها منابع در درون خانواده ها حبس بشه و شما یک مخالف سیاسی بدتر از طالب جلوه بدیم به خاطر که اون متعلق به یک قوم و یک جغرافیای دیگه هست، بنابراین آهسته آهسته بی‌اعتمادی به وجود میه و بی‌اعتمادی منجر به این میشه که ما نتونیم در افغانستان به نوعی یک ثبات سیاسی داشته باشیم. تمام ندانمکری های نظام باعث شده که سر مخالفت ها هر روز بلند بشه. شما فکر میکنیم که شکی وجود نداره که قسمت عمده تقویت طالب عوامل بیرونی داره، اما عملکردهای داخلی هم باعث بلند شدن سر مخالفت ها شد. دو مؤلفه را اگر دولت از ابتدای کار روی دست میگرفت، ما اینقدر مخالفت در برابر نظام نمیداشتیم. یک، اگر حکومت دری خوب میامانیم تمثیل میکردیم و عدالت قربانی نمیکردیم. وقتی مثلا هم شما بگون جغرافیای مرکزی افغانستان به مورد تعصب قرار میگیره و به 20 سال یک جاده برای ساخته نمیشه، وقتی مثلا ما جنجال زمین مثلا فرض کنیم خود یک قوم دیگه دارم و اون قوم پایگاه در دولت قوی تره، ما برای از اینکه بتونم به خود سکوی بسازم مجبور شدم به طالب برم. متاسفانه عمل کرده دولت باعث از این شده که اصلا همه حالی ما در افغانستان ما نمیتونیم بگیم همه مخالفات طالب هستن. شاید بعضی گروه های در گوشه و کنار به نام مخالف مسلح عمل کنن که شاید همه شورای کوتاه روی هم خبر نباشه که اینا متعلق به ما هستن. اما ببینیم بس میخوام کمی صحبت خود اینا. ولی یک مسئله بود، ببینیم در ایالات متحده آمریکا دنبال منافع خود هست، شکی وجود نداره. تمام دنیا دنبال منافع خود هستن. شما ببینید منافع دنیا با خلیج فارس تامینه، با کشورهای اوج خلیج فارس تامینه، حقوق بشر سرکوبه، اما خانواده‌ها در اون کشورها حاکم هستن، منافع دنیا هم تامین، رابطه بسیار حسنه دارن، ما رابطه تجارتی دارن، رابطه سیاسی دارن، رابطه تسلیحاتی دارن، حضور نظامی داره ایالات متحده، حضور دیپلماتیک بسیار قوی داره در کشور خاورمیانه.
من فکر میکنم اگر این طرف معادله یا طرف دموکراسی یا به اصطلاح آقای غنی جمهوریت میتونست خواسته های ایالات متحده برآورده بسازه، این یک مسئله، و در کنار میتونست مردم افغانستان در کنار خود داشته باشه، میتونست مردم افغانستان قناعت بده که من نماینده حقیقی شما، نم مخالفات های قدر سر بلند نمیکرد. از طرف دیگه طالب ها در افغانستان پس از 2004 که دوباره سر بلند کردم، مطمئنن که حامیان منطقه‌ای پیدا کردن، به خاطر که این حامیان منطقه‌ای در حقیقت همان طوری که طالب دشمن در اون روزا مخالف آمریکا بود، اینا هم مخالف آمریکا بودن، ایرانی ها مخالف آمریکا بودن. پاکستان روی کرده خوده از همکاری شدید با دنیای غرب تغییر داد، با همکاری بسیار جدی با چین. چینی‌ها تقریبا 150 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کردن. پاکستان یک کشوری شده بود که به طرف ورشکستگی اقتصادی حرکت کرده بود. امروز بسیار جالبه که حتی چینی‌ها مزارع خر ایجاد کردن و داخل پاکستان خر اونجا تربیه میشه، فرستاده میشه به اونجا که از گوشتی تولید بشه. یعنی رابطه تجارتی پاکستان و چین خیلی تقویت پیدا کرده. از طرف دیگه روس‌ها از حضور آمریکایی‌ها در منطقه احساس خطر کردن. حتی فکر میکنن در همو ابتدا وقتی که سازمان ملل متحد تایید کرد حضور جامعه جهانی به افغانستان، تعداد از روس‌ها هم وارد افغانستان شدن که در جنگ بر علیه تروریسم دخیل باشن، اما گزارینو نشد و پس رفتن. همین که یک کمی طالبا سر بلند کردن، روس‌ها روی خوش نشون دادن. حتی گفته میشه از همو ابتدا مشاورینی از روس‌ها در مناطق مختلفی از افغانستان دیده شده بود که طالبان مشوره جنگی میداد. بنابراین من فکر میکنم به خاطر زمینگیر کردن آمریکا، حامیان مخالفای منطقه‌ای آمریکا و مخالفای جهانی آمریکا دست طالبان به نوع گرفتن و طالبان در همه ابتدا سپورت کردن. یک بار آمریکا هم روی کرده خود تغییر داد، گفت از اینکه اینا دنیای دیگه جذب کنه، رقیبای ما جذب کنم، دروازه گفتگو گفتمان با اونا باز کرد. و گفته میشه از سال 2008 دوباره بین طالبا و ایالات متحده رابطه ایجاد شده بود، یعنی رابطه گفتمانی ایجاد شده بود. بله. که حتی به سال 2011 اگر شما باشه در یک مقطع زمانی قرار بود دفتر طالبا ایجاد بشه در قطر، که باز با مخالفت آقای حامد کرزی او دفتر باز نشد، خود دو سال بعد باز متاسفانه بگیم یا به هر طریق ممکن باز شد. یعنی من فکر میکنم که دنیا دنبال منافع خود هست، شکلگیری طالبا، قدرتگیری طالبا و سربلند کردن همه گروه های دیگه ای که بر علیه منافع مردم افغانستان میجنگن، در حقیقت با اینها وسیله و اسباب ازی هست که دنیا در افغانستان میخواد حضور داشته باشه به هر نوع ممکن، چی آمریکا، چی روسا، چی پاکستانی ها، چی ایرانی ها، چی چینی ها، چی عربا و خیلی از کسای دیگه. اما خب من فکر میکنم که در همین اواخر بحث بازیگران در افغانستان تغییر کرده. تا دیروز آمریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و پاکستان به نوعی بازیگر بودن، هم به نوعی در کنار دولت افغانستان بودن، هم پشت سر طالبا پاکستان و کشورهای عربی، کشورهای حوزه خلیج فارس قرار داشتن. حالا میبینیم که دنیا کوشش میکنه نقش خود در افغانستان کمرنگ بسازه، نقش ترکار پررنگ تر بسازه. بس ترکیه مطرحه، بس بازیگران دیگه ای مطرحه، و چند در جان اسلام هم قطبای قدرت تقریبا از نو شکل گرفته. کشور ترکیه، قطر و اندونزیا یک ساختار دارن رهبری کننده جهان اسلام به دوش میگیرن، پاکستان و همچنان عربستان و این کشورها ساختار دیگه هم که میخوان جهان اسلام به دوش بگیرن. من فکر میکنم که متاسفانه هنوزم پهلوهای پنهان زیاد جنگ افغانستان داره که شاید به تحلیلایی که ما میکنیم به او سازگاری نداشته باشه. بله، دقیقاً در این رابطه نمیشه که کامل صحبت کرد، چون از حوصله برنامه هم بیرون هست. در وقتی که بخوایم جنگ افغانستان رو مطرح بکنیم، باید بسیار از کشورهای منطقه و جهان رو بررسی بگیریم و اهداف اونها رو در کشور، سیستم استخباراتی پیچیده ای که متاسفانه در افغانستان پیاده شده و حامیان بین المللی جنگ در افغانستان متاسفانه.
میخوام از شما بدانم آقای حقجو، صحبت از دلسردی آمریکا از افغانستان هست. از آقای بایدن خبرنگار در رابطه با افغانستان میپرسه، بایدن میگه از ما در رابطه با موضوعات شاد بپرسید نه خبرهای غمگین. و از جانب دیگه بازیگران دارن عوض میشن و ترکیه و قطر و اندونزی یک سری افکار را دارن که در قالب ترکیه قرار هست در میدان هوای کابل به نحوی جامع عمل بپوشانن به این اهدافشان. دلیل دلسردی آمریکا از افغانستان را چه میدانید؟ یک از دلایلی که از نظر من یعنی باعث دلسردی آمریکایی‌ها شده، چه در گذشته و چه در حال، عمدتاً آمریکایی‌ها نظر دادن که ما خواهان به اصطلاح پاکسازی کار اداری در افغانستان هستیم، یعنی باید رشوت و به اصطلاح فساد اداری در افغانستان کم بشه و بعد حکومت به صورت درست و اساسی و مطرح بشه، خواستای مردم در نظر گرفته بشه، حتی بالاتر از این که مثلا کل بارها و بارها گفته شده که بعد این خود حکومت افغانستانه که بعد دیگر را در نظر بگیره. همون حرفی که پیشتر آقای سادات گفتن که وقتی حکومت همه اتباع افغانستان را در نظر نگیره، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، اقوام، پیروان مذاهب، باعث میشه که به اصطلاح شکستگی های وجود بیاید. یک از دلایلی که به اصطلاح امروز حکومت افغانستان تضعیف شده در مقابل طالب همین مسئله مطرح شده. اما آقای حقجو، در همین رابطه هم بحث هایی از کارشناسان هست که بسیار روی از این کار شده، مثلا ایره که حضور آمریکا در افغانستان بدون یک جامعه شناسی قوی بود و مردم افغانستان هنوز آماده پذیرش چنین افرادی نبودن در افغانستان، او هم با نظامی دموکراسی به نام دموکراسی اما در حقیقت شبه لیبرال بود و در کنار از او میتونیم لیبرال دموکراسی نام بدیم، در کنار از او آمدن در افغانستان جنگ زده را آشنا کردن با چنین نظامی، از جانب دیگه هم هر چه که خواستن پیاده بکنن بدون ای که بومی سازی بکنن طرح‌ها و نوع حکومتداری را در افغانستان و یک سیستمی ساختن برای افغانستان. فکر نمی‌کنید که این سیستم باعث از این شد که افرادی مثل آقای کرزای و آقای غنی و همچنان وزرایی که وجود داشتن یا افرادی که در برکه قدرت بودن نتونستن کار بکنن، چون سیستم مشکل داشت و اگر سیستم مشکل داشته باشه یک فرد نمیتونه تغییری به وجود بیاره؟ سیستم خیلی از سیستمایی که آمریکایی‌ها اومدن ایت در افغانستان پیاده بکنن درسته، یعنی شاید مطابقت با شرایط محیط افغانستان نکنه، اما زمینه‌های وجود داشت، یعنی در طول چندین سال که ما بتونیم خود با این سیستم‌ها عیار بکنیم. شما یکی از موضوعاتی که مثلا وقتی در یک برنامه بود میگفتن که ولسوال‌ها از این به بعد کسانی بعد روی کار بیارن که حداقل لیسانس باشه و باید شرایط اجتماعی درک بکنه، جوان باشه، از این حرفا. ما در چند سال قبل همین حرف رو داشتیم، اما بحث دیگر در پلوش بود که ولسوال به معنی سرپرست هست، به معنی کسی که ارباب ریش سفید متنفذه که با مردم چگونه برخورد بکنه. شاید یک جوان تحصیل کرده باشه، اما این جوان تحصیل کرده شرایط اجتماعی محیط درک نمیکنه به سادگی، زود نمیتونه تعامل بکنه، مشکلات چیز بکنه. دیدیم که باز در چرخش بعدی در همین اواخر تمام ولسوالای هرات، حالا ما هرات میگیم و سایر نقاط حوزه غرب، گرفتن افراد چیز گذاشتن که اصلا سواد هم نداشته، مهم نیست، مراد برخورد با اجتماع بلد باشه، نحوه کار با اجتماع بلد باشه، مقابل دوست چگونه باید استفاد بشه، مقابل توریست باید چگونه استاد بشه، مقابل مخالف چگونه باید استادگی بکنه، چگونه افراد زورگور به اصطلاح تابع حکومت بکنه. اومدن از این حرکت استفاده کردن، شاید فردا با مشکل دیگه پیش بیاد، بعد نوع دیگر وجود بیارن. همینطوری که شما در مسئله دیدین که در قانون اساسی ما اومده که اصلا رئیس جمهور نگفتن که چقدر تحصیلات داشته باشه، اومدن بعد در پارلمان بعد از چندین سال باز گفتن اگه 12 پاس باشه بهتره، بعد گفتن کم کم لیسانس باشه بهتره، اما از بالا مشکل وجود داشت. حالا خیلی از موضوعات بوده که ما توانمندی پیشبرد همون سیستم که آمریکایی‌ها یا غربی‌ها در افغانستان آورده بودن ما داشتیم، اینا نبوده که ما نداشتیم، ظرفیت‌های خوبی در حکومت و در چیز افغانستان وجود داشته، اما ظرفیت متأسفانه بسیار چیز بوده، خلاصه می‌شده، یک دوری کوتاهی بوده باز دیگه دنبالش نمیگرفتن. در شهر هرات ما شما دیدیم چند وقت بیشتر، من میخوام مثال بزنم که شما روشن بشیم، یک روز ما شاهد بودیم که امنیت ملی استاد شد، هر چی موتر شیشه دودی بود با کلاشنکوف میزن میشکستن شیشه، چی شد؟ میگفت ما میخوایم ببینیم بین این موتر چی هست. چند وقت دوام کرد؟ یک مرحله یا دو مرحله، یعنی یک الی دو ماه بعد تمام شد رفت. اگر همین قانون اگر به صورت منظم وقتی میگن بررسی میکنیم بازرسی میکنیم
تلاشی میکنه که حداقل دقیق بشه تروریست کی هست، مسلح غیر قانونی کی هست، زورگو کی هست، اینا قشنگ بررسی میکنن. قطعا به اصطلاح نتایج مثبت وجود میاد. در ادارات هم همین مشکل وجود داشته. هر اداره، به طور مثال ما در شورای ولایتی بودیم، یک سفر ما بردن به کابل. شما فکر کنیم در هتل به اصطلاح صوفی قدوس که در شهر نو کابل چی میگن سیتی سنتر، شب بشم $200 هر اتاق کرایه بود، به چقدر مصارف دیگر. یک هفته ای که ما موندیم تمام این مطالبی که گفتیم، من یک شوخی کردم گفتیم این مطالب فکر کنیم بر همین دوره بود، یکی گفت نیم پیگیر میشه، گفتیم اگر همین مطالبی که شما گفتیم به عنوان باز دوباره یک بررسی دوباره مجدد بشه که ما آیا همین مطالبی که ما یاد گرفتیم خوندیم با این مصارف بردیم تطبیق میکنیم یا نه، یعنی سال دیگه بعد تمام اعضای شورای ولایتی بعد امتحان بگیریم که آیا شما در این برنامه تطبیقی عمل کردیم رفتیم. هیچ این مسئله نیست، این مشکلات در درون جامعه ما بوده، این ما قبول کنیم، یعنی دو طرفه هستیم، مشکل دو طرفه، یک طرفه به جنون نبوده. حالا ما همین کسانی که ما میخوایم بگیم، ما وقتی که ادعا میکنیم که ما بعد در یک اداره فساد وجود نداشته باشه، خود ما کم بیش در فساد دخیلیم دیگه، حالا رئیس باشه یا مأمور باشه یا کارمند باشه یا کسی که از بیرون میه، همین مردم مثلا باعث میشه که اگه اداره فاسد کنن. یعنی از بله قطعا ما مسئله مجبوریت رو هم باید دائما نظر بگیریم، چون متاسفانه ساختار این گونه هست. آقای سادات، میخوام بپردازم به یک بحث دیگری که اهمیت به سزایی داره و این روزها بسیار از تحلیلگران با عزیزی دارن نگاه میکنن. آقای غنی و آقای عبدالله با یک هیئتی رفت به آمریکا بعد از دیدار با بایدن، دیداری که 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشید و افغانستان متاسفانه یک تمسخر بسیار عجیبی شد از جانب آمریکا. آمدن به افغانستان، بعد از این که آمدن یک سری از تیاره ها رو گفتن میدن به افغانستان و یه رو گفتن دستاورد نشست آقای غنی و آقای عبدالله با بایدن بود، چیزی که فکر میکنم که دستاورد نبود بلکه یک تحفه، یک هدیه بسیار هم تو سردستی بود بس از جانب آمریکا، چون اون تیاره هایی هم که قرار اهدا بشه تیاره های آنچنان بروزی هم نیست. میخوام بپردازم به یک مسئله دیگه. وقتی که آمدن به اینجا، آقای محب فرد امین آقای غنی که بسیاری ها بسیار از نمایندگان پارلمان حتی حکومت را 4 نفره میدانند و یک از افراد را آقای محب میدانند، آقای محب سفر میکنه به روسیه و نشستی داره با روسیه، آیا فکر میکنید که افغانستان در پی ازی هست که از آمریکا بکنه و به روسیه متوسل بشه و اگر چنین حالتی بشه روسیه میپذیره؟ ببینید، من نمیفهم، فکر میکنم که در دنیای سیاست همی به نوع روی کردیم که دولت افغانستان از همو ابتدا روی دست گرفت یک رویکرد اشتباه است، به خاطر که حداقل در دنیای سیاست آدم باید دوستا و دشمنان تعریف شده داشته باشه. از امو ابتدا به نوع آقای کرزی اگر یاد شما باشه میگفت که اگر دنیا برای ما کمک نکنه ما از دگه جا میگیریم، دگه جا اونا روسیه بود. یعنی ای کاش ما حداقل امو جهت سیاست خود میشناختیم که با کدام راه روان خودی کی داریم تعامل میکنیم، با کی داریم طرفیم و از کی کمک باید بگیریم، نوع کمک ها چی باشه، هدف از کمک ها چی باشه، هدف از رویکرد دنیا نسبت به ما چی باشه، حداقل در امو قاعده های تعریف شده می بود. متاسفانه دولت افغانستان نه در دوره آقای کرزی و نه در دوره آقای غنی هیچ نوع تعریفی از دوست دشمن نداشت. آن می بود که متاسفانه ما در یک بلا تکلیفی قرار داد. شکی وجود نداره که بیشترین منابعی که در افغانستان در طی 17-18 سال گذشته هزینه شده کمک‌های غربی بوده، تسلیحاتی که ما داریم، هر آن چیزی که داریم، اما خب متاسفانه آنطور که باید منابع در اختیار ما قرار نگرفته که ما رو بتونه بی‌نیاز بسازه و در برابر تهدیداتی که افغانستان به او مواجه است این کمک‌های تسلیحات نظامی بتونه افغانستان تبدیل کنه به یک قدرت. و من فکر میکنم هرچی من تحلیل میکنم به تناسب دوره آقای نجیب و اینا، ما در حقیقت یک ارتشی هم نداریم که تسلیحات سنگین داشته باشه و امروز در حقیقت مثلا زمان آقای نجیب تانگای قلپیکر بود و اسکارت بود و اورگان بود و خیلی سلاح‌های سنگینی که یعنی ارزش جنگی داره در دنیا. دنیا ما خیلی از وسایل سبک در اختیار دولت افغانستان قرار داد، تسلیحات نظامی در اختیار افغانستان قرار داد. همیشه تحلیلگران نظامی شکایت داشتن از چگونگی کمک ها، از نوعیت تسلیحاتی که در دست نیروهای امنیتی افغانه. خب حالا اینا یک بحثی بود.
اما اگر بیاییم سفر، مردم افغانستان همه منتظر بودم که قرار سفر از مقامات ارشد افغانستان به آمریکا اتفاق بیافته و این سفر در حقیقت تعیین کننده مسیر آینده سیاسی افغانستان باشه. دقیقا ننمی روی کرد بود، به خاطر که برای آقای غنی گفته شده بود که با همه نماینده های اقوام بیا، با جامعه مدنی بیا، با احزاب سیاسی بیا، یک کتله بیاین که ما گفتگو کنیم، خود شما رایزنی کنیم. ولی متاسفانه این سفر چند مرحله به تعویق میفته. دست آخر یک تیم بسیار تقریبا میتونیم بگیم خاصی برمیخزن میرم ایالات متحده آمریکا، که یعنی بحث بیتوجهی خارجی آمریکایی نسبت به به اصطلاح تشریفات و مسائل دیگه خیلی هم حاشیه‌ای شد و کوتا مکس یا نشستی هم بایدن داشت در کاخ سفید با رهبران حکومت فیلی افغانستان و وقت گفته میشه وقت کافی برای صحبت کردن بنیادی روی وضعیت سیاسی افغانستان نبوده، جلسه بسیار کوتاه بوده. بله. تنها گفتگوی رهبران افغانستان گفته میشه با رهبران کنگره یک کمی طولانی بوده، حالا نمیفهم جزئیات او بحثا چی میتونه باشه. و من فکر میکنم که افغانستان تقریبا هرچی ما به طرف جلو حرکت میکنیم به منابع بیشتری نیاز داره. دقیقاً آمریکایی‌ها یک مقدار کمک به دولت افغانستان دادن و انمی کمک قرار در اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار بگیره، ولی افغانستان قراره که کل جنگ از این به بعد به پیش ببره. از همین خاطریه که آقای موهب به عنوان یک کسی که تقریباً امروز در سیاست افغانستان حرف اول و دوم میزنه رفته به روسیه و مسلماً به دنبال مطالبه هست، مطالبه کمک‌های نظامی هست و بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره. و یک بحثی هم اینه که شاید افغانستان از این سفر بخواه بربردری‌های کلان سیاسی هم بکنه، به خاطر که نوع رویکرد روس‌ها تا حال این بوده که نوعیت رویکرد اونا که اونا به نوع طالبار ناز دادن، طالبار به اصطلاح دعوت کردم، دو تا کنفرانس در مسکو برگزار شد، یک کنفرانس با حضور دو کنفرانس با حضور افغانا و نمایندگان طالبان چندین بار به مسکو سفر کردم. من فکر میکنم در همچون شرایط دولت افغانستان دقیقا نیاز به این داره که بعضی دروازه‌های دیگر بزنه برای از این که هم لابی‌های جنی به خود پیدا کنه، هم حامیان سیاسی پیدا کنه، هم حامیان تسلیحاتی پیدا کنه، به خاطر که حداقل برای افغانستان در همچون شرایط سخت نیاز به این داره که به اصطلاح خود نگه داره. متاسفانه شما میبینیم مردم خیال میکنن و شهروندان افغانستان خیال میکنن که افغانستان با حال خود راه شده همین فعلا. بله. و ای کاش امروز یک دولت قوی که از حمایت سیاسی گسترده برخوردار میبود در افغانستان حاکم میبود که شهروندان افغانستان حداقل خاطر اینا جمع بودی، ولی متاسفانه بله. خاطر شهروندان افغانستان جمع نیست. و من نمیفهم اگر این سفرها به خاطر حفاظت و حمایت از دولت افغانستان باشه خوب، ولی اگر روی کردهای دیگه ای باشه که جزئیات سفر آقای موهب هم هنوز باز نشده، من نمیفهم اجندای سفر چی بوده. اما آنچه که در صفحات مربوط به ارگ و شورای امنیت بیشتر بوده، تقویت رابطهای دو جانبه گفته شده و همچنان گرفتن تعهد از روسیه برای حمایت از جمهوریت در افغانستان. بله، سپاسگزارم از شما. من حیث آخرین سوال آقای حقجو، وقت برنامه ما تمام هست، کوتاه میخوام از شما بشنوم، آیا روسیه برای افغانستان یک کمک کننده خوب هست یا نه؟ در ارتباط با صحبتهایی که آقای سادات کردن به شرایط گذشته که وقتی ما بررسی میکنیم این در طول دوران چند سال گذشته، یک از حامیان که دولت افغانستان رو متهم میکرد به آمریکایی و غربی ها روسیه بوده که از طالبان حمایت میکردن، ایران بوده، حتی چین بوده دیگه. در شرایط فعلی که باز حرکت جدیدی دولت افغانستان آغاز کرده به سوی روسیه و از او خواهان کمک شده، باید باز بررسی بشه و باید دیده بشه که نقطه نظرات روسا در رابطه با این دو جریان چی میشه، یعنی آیا دولت افغانستان بر او کار گذشته که حمایت از طالبان بده ترجیح میدن. اگر ترجیح بدن قطعا حمایت میکنن، اگر ترجیح ندن نه. پس دیگه به سیاست‌های روسیه داره. بله، سپاسگزارم از حضور دو مهمان گرامی، سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی و حاج زارع حقجو هماهنگ کننده شورای احزاب سیاسی در هرات. بینندگان عزیز، این بود برنامه خبرگستر این هفته. تا هفته دیگر و خبرگستر دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.